با اینکه در زمان وقوع انقلاب اسلامی در کشورش ایران 10 سال بیشتر نداشت، به همراه بزرگترها در تظاهرات خیابانی شرکت می‌کرد. او بعداً در دانشگاه رهبر دانشجویان شد و در مجلس نماینده‌ای بود اصلاح طلب، منتقد و رکگو، و به سبب همین رکگویی به 10 ماه زندان محکوم شد. او بعداً از مجلس استعفا کرد و الان چند سالی است که در یکی از دانشگاه‌های آمریکا به کار آموزشی مشغوله. او که برای چند روزی اینجا به شهر کلن آلمان آمده، کماکان خودش رو مبارز راه اصلاحات میدونه. آیا او هنوز به اصلاح حکومت دینی معتقده؟ خانم فاطمه حقیقت‌جو، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. خانم حقیقت‌جو، شما زمانی در یک مصاحبه گفته بودید که اصلاح طلب‌ها زندان را به خارج از کشور رفتن ترجیح میدن. حالا بسیاری از دوستان شما، دوستان اصلاح طلب شما در زندان هستند در ایران و شما در خارج. با تشکر از شما برای این برنامه. در این خصوص البته ما بسیار متاسف هستیم که دوستانمون همه در زندان هستن و در واقع شرایط خوبی هم برای اونها نیست و آرزو میکنم که زودتر آزاد بشن. در خصوص خارج اومدن، من به قصد یک فرصت کوتاه، در واقع فرصت مطالعاتی کوتاه به خارج رفتم و فکر میکردم که بالاخره بعد از یک سال به ایران باز میگردم. این یک نکته. نکته دوم این هستش که بالاخره باید دید که کدوم کار مفیدتره. من فکر میکنم که کسی که وارد کار سیاسی میشه باید خودش رو آماده برای دادن هزینه هم بکنه و واقعا زمانی که من این جمله رو گفتم، هول و هوش سالایی که من نماینده مجلس بودم، اگر اون موقع در ایران بودم و بازداشت می شدم، حتما می رفتم دوره زندانم رو هم طی می کردم، به این دلیل که معتقد بودم که باید ایستاد و برای اون هدفی که آدم داره کار کرد، اگر لازمم شد هزینه بده، گرچه هزینه دادن هدف اصلی نیست. بسیار خوب. شما زمانی که استعفا کردید از مجلس، حالا به این سوال که چرا استعفا کردید اصولا میپردازیم، ولی در اونجا در استعفانامه شما صحبت از این بود که من کارمو کردم، هیچ این ایده رو به مخاطبان یا طرفداراتون ندادین که قراره که به مبارزه سیاسیتون ادامه بدید. آیا اون موقع قصد داشتین که دیگه همین بود، تموم شد کار سیاسی شما؟ نه، من در اون مصاحبه نگفتم که در واقع کارهای من تموم شده به این مفهوم که بگیم که خب حالا در واقع تموم شده و دیگه میخوام برم خارج از سیاست. گفتم که به عنوان نماینده مردم، کارهایی که از توان من برمی اومده من در مجلس انجام دادم و خب حالا به دلایل سیاسی امکان حضور در مجلس نیست و در واقع الان به کار سیاسی در حوزه خارج از مجلس ادامه خواهم داد. اون که من در اون مصاحبه کارام رو کردم، مقصود در درون مجلس بوده. خب حالا یعنی کماکان شما خودتون رو یک فرد فعال سیاسی میدونید. چه کار میکنید دقیقا؟ ببینید، در واقع هدف اصلی این هستش که کمک بکنیم به فرهنگ دموکراسی در کشور و من همچنان فعال سیاسی هستم و در حوزه جامعه مدنی حضور دارم. با توجه به سابقه کاری من که بیشتر از حوزه آموزشی اومدم و فکر میکنم که موانع دموکراسی در ایران، در واقع یک مانع اصلی در دموکراسی موانع فرهنگی است. فرهنگ دموکراسی رو ما باید ترویج بدیم و فرهنگ دیکتاتوری باید کاهش پیدا کنه. اگر به محیط خونه نگاه کنیم، اگر به روابط اجتماعی داخل در واقع مثلا مدرسه، نهادها نگاه کنیم و به روابط در حوزه سیاست نگاه کنیم، حکایت از یک سری مسائل فرهنگی داره. به همین دلیل
من در دو حوزه فعالیتم رو بعد از مجلس متمرکز کردم. یکی در حوزه در واقع فرهنگی و آموزشی و مواردی که مورد نظرمون هست از طریق آموزش به توسعش بپردازیم که من بیشتر تمرکزم رو در حوزه آموزش زنان گذاشتم. شما در واقع مسئول بخش آموزش اینترنتی زنان در رهبری سیاسی در دانشگاه ماساچوست آمریکا هستید. یعنی از یک دانشگاه یک شهر آمریکا و در یک بخش کوچیکی شما دقیقاً چه نوع فعالیت سیاسی می‌کنید که بتونه مؤثر باشه در داخل کشور برای زنان و مردان که خواهان اصلاح در این البته برنامه اون برنامه دوره آموزشی که ما داریم این دوره است که اختصاص به ایران لزوماً نداره، یک دوره است که در واقع تمام زنان در تمام دنیا هر جا که هستن میتونن ثبت نام بکنن و مهارت‌های لازم رو برای حضور در تصمیم گیری های کلان یک کشور یاد بگیرن، مهارت‌های مربوط به اون رو. ولی به طور مشخص به دلیل اینکه این برنامه با خلاقیت خود من تو برنامه‌های دانشگاه اضافه شده تو این دانشگاه مشخص، بنابراین و به دلیل اینکه خب من ایرانی هستم ترجیح میدم که اگر بناست که مارکتینگی برای این برنامه صورت بگیره در واقع مخاطبین ایرانی رو هم جذب کنیم تا از این آموزش‌ها بهره مند بشن. ولی به هر حال در اینجا اونجا سخنرانی میکنید؟ بله، این یه بخششه، عرض کردم یک بخش آموزشی. و به طور مشخص تر در خصوص مسائل ایران در واقع از طریق ارتباطاتم، از طریق مصاحبه ها، از طریق کار با نوشتن مطلب در حوزه های سیاسی در حوزه زنان فکر میکنم که تلاش میکنم که به اون برنامه آموزشی و فرهنگی بیشتر کمک بکنم. بسیار خوب، برگردیم به موضوع استعفای شما از مجلس. چرا استعفا کردین؟ شما اگر که یک نماینده صریح البیان فعالی در داخل مجلس شورای اسلامی ایران بودید چرا استعفا کردید؟ چرا نمیتونستید در اونجا موثر باشید؟ بله، ببینید در واقع زمانی نمایندگان فراکسیون اکثریت تصمیم گرفتن استعفا بکنن، این در مجلس ششم، در مجلس ششم که احساس میکردیم یک نهاد انتخابات که نهاد بسیار مهمی است، تضمین کننده بعد جمهوریت نظام هست، این داره خدشه‌دار میشه، این داره در واقع نقش انتصابی رو بازی میکنه، همون چیزی که بارها و بارها از تشکیل مجلس ملی در 100 سال گذشته ما در برهه‌هایی مشاهده میکردیم که یک بار رضا شاه در صدد تشکیل مجلس فرمایشی بود، شاه در صدد تشکیل مجلس فرمایشی بود و بعد از انقلاب هم در همین سالهای آخر، گذشته از اینکه چه کسی نماینده هست، چه شخص خاصی نماینده هست، مهم این است که در واقع مجلس نمایندگی بکنه قاطبه ملت ایران رو که ملتی است متنوع و متکثر به لحاظ دیدگاه سیاسی، به لحاظ بعد قومیتی و به لحاظ مذهبی و دینی، این تنوع و تکثر در مجلس تبلور پیدا بکنه. و با تصمیم نهادهای قدرت و شخص رهبری بنا بر این بود که دیگه انتخابات آزادی نباشه، فقط محدود بشه به یک سلیقه خاص در یک طیف سیاسی مشخص و این یک خطر جدی و اساسی برای نظام بود. مذاکرات صورت گرفته بود و این مذاکرات در واقع به بن‌بست خورده بود. وقتی مذاکرات به بن‌بست میخوره شما باید یک کار دیگه‌ای بکنی که ما ارزیابیمون در اون فراکسیون این بود که از طریق استعفای جمعی یک اعتراضمون رو نشون بدیم که یک ممکنه که منجر به تجدید نظر بشه
و اگر نشه اقلا یک اقدام تاریخی صورت گرفته. این دو دلیل اصلی و اساسی بود، چون به طور مشخص هم حتی هدفی نبود که 80 نماینده رد صلاحیت شده تایید بشن. در اون سال برای انتخابات مجلس هفتم 2500 نماینده در کاندیدایی که گرایش اصلاح طلبی داشتن رد صلاحیت شده بودن و این در واقع به معنی حذف جریان اصلاحات در مجلس و به تدریج در قدرت بود و به همین دلیل در ماه‌های پایانی مجلس احساس کردیم که باید استعفا بدیم و من به اصرار شخصی خودم اولین کسی بودم که از مجلس استعفا دادم. بسیار خوب. شما در دورانی که نماینده مجلس بودید شما رو به دادگاه فراخوندند و نهایتاً به شما 17 ماه حبس دادند. اتهام شما چی بود دقیقاً؟ ببینید، من البته چند تا اتهام داشتم، در واقع چند تا پرونده داشتم. در این پرونده‌ای که ابتدا به 20 ماه و بعد در تجدید نظر 17 ماه و در دیوان به 10 ماه تنزل پیدا کرد، این مربوط به دو نطق من بود. یک نطقم در مجلس که یکی از زنان روزنامه نگار به شکل غیرقانونی بازداشت شده بود و من اعتراض به رویه قضایی کرده بودم و در واقع در اون نطق اشاره کرده بودم که این بازداشت ها که توسط دستگاه قضایی اطلاعات سپاه صورت میگیره، رهبری هم از این روش داره حمایت میکنه. اساس بازداشت من در روز دوم فروردین به این دلیل بود که متعاقب اون پرونده تشکیل شد و بعدتر پرونده رو منتهی کردن به نطق من در قزوین که به مناسبت سالگرد دهه فجر من 18 بهمن سخنرانی رو در جمع معلمین قزوین داشتم که به بحث دستاوردهای 22 بهمن و فاصله‌ای که در واقع از آرمان‌های اول انقلاب گرفته شده. از جمله اتهامات هم یکی در واقع ترویج دروغ، تشویش اذهان عمومی بود که اینها در چند سال گذشته جز مسائل عمومی شده که هر کسی رو که میخوان در واقع محاکمه بکنن بلافاصله عنوان ترویج دروغ بیان میکنن. شما خودتون فکر میکنین که در واقع علت اصلی این بود که شما رهبری رو دخیل دونستین در تمام این ماجراها؟ علت اصلی به این دلیل بود که من معتقد بودم که این رهبری است که در واقع مخالف حضور اصلاح طلبان ناقد قدرت شخصی ایشون هستند و علاوه بر رهبری، من نهاد شورای نگهبان و عملکرد شورای نگهبان و دستگاه قضایی رو هم مورد نقد قرار داده بودم و این دلیل اصلی اتهامات من. بسیار خوب. حالا بسیاری از اصلاح طلبان امروز معتقدند که، حالا شما اشاره کردین که نظر رهبری و اون دستگاهی که ازشون حمایت میکنن در اون مقطع این بود که اصلاح طلبانی که منتقد خود رهبری هستن رو از دور خارج بکنن. حالا بسیار از دوستان شما، اصلاح طلب شما، معتقدن که الان بعد از انتخابات ریاست جمهوری اصولا در پی حذف اصلاح طلبان به طور کامل هستن. شما نظرتون اینه؟ بله. ببینید، در دوره اصلاحات با توجه به اینکه مسیر افکار عمومی مردم به سمت باز شدن بیشتر فضا بود، احساس می‌شد که بعد از اصلاح طلبان درون حکومتی که گروه‌های خط امام سابق یا دوم خردادی‌های اون موقع بود، بعد از اون گروه نوبت گرایش مردم به سمت ملی مذهبی‌ها خواهد رفت که اولین کاری که بخش امنیتی و اطلاعاتی کرد در واقع هدفش انهدام این آلترناتیو بود و بنابراین به حذف نیروهای ملی مذهبی با زندان کردنشون و ممنوع کردن اونها از فعالیت سیاسی
پرداختن. حتی در واقع میخواستن اونا رو از جامعه مدنی هم حذف بکنن و کند بکنن حرکت اون رو. در پس از انتخابات که دستگاه امنیتی متوجه شد که در واقع مردم بازگشت دوباره به اصلاح طلبان کردن، پس از این تصمیم گرفتن که پروژه در واقع حذف آلترناتیو موجود که اصلاح طلبان هستن رو در دستور کارشون قرار بدن. اگر ما به این دادگاه ها نگاه کنیم میبینیم که تمرکز اصلی روی سازمان مجاهدین و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی است. الان روندی که در ایران داره طی میشه، شما فکر میکنین که این چطور توجیه یا توضیح میدید این روندی که الان هست؟ چقدر تفاوت میبینین بین اون اصلاح طلبی که در دوم خرداد شروع شد و اون چیزی که الان در ایران در جریان داره؟ بله، ببینید، من همون موقع هم بعضی ها میگفتن که اصلاح طلبی شکست خورده. البته بستگی داره که تعریف اصلاح طلبی رو شما چی بیان بکنید. از نظر من اصلاح طلبی شکست نخورده بود به یک مفهوم، به مفهوم خواست دموکراسی خواهی در مردم. این شکست نخورده بود، گرچه ممکن بود که مثلا یک گروه سیاسی به دلایلی مجبور میشه به شکست، چون به اعتقاد من حتی اگر انتخابات آزاد بود وضعیت مجلس هفتم و هشتم پیش نمی اومد. اما در واقع من فکر میکنم که چون این حاصل کش قوس بین قدرت موجود و اصلاح طلبان هست، قدرت موجود در واقع کودتاگران و شخص آقای خامنه ای در صدد در واقع از همه عملکردهایی که برمیاد به نظر میرسه که یک استراتژی حذف درون و سرکوب داخلی و تنش زدایی و معامله در سطح بین الملل رو در دستور کار خودشون قرار دادن، چون که در همزمان نمیتونن در دو جبهه بجنگن. بنابراین فکر میکنن که خب حالا باید فشار رو بیشتر و بیشتر بکنن و فضای سیاسی رو تنگتر بکنن و طبیعی است که این شرایط بسیار سختری رو فراهم میکنه. اما این یک طرف ماجراست. طرف دیگر ماجرا نیروهای جامعه مدنی شامل دانشجویان، شامل زنان، کارگران، روزنامه نگاران، همه فعالین سیاسی، اقوام، گروهای مذهبی مختلف، تمام این گروه ها هستن که فشار بیشتری رو میارن که این استراتژی شکست بخوره. خب حالا یک طرف دیگه قضیه این هست که بعضی از اصلاح طلبان هم هشدار دادن به مقامات که اگر شما دامنه این به اصطلاح سرکوب رو ادامه بدین و گسترده تر بکنین، احتمال داره که جنبش رادیکال تر بشه. حالا توضیح این رادیکال تر شدن جنبش رو خیلی ها نمیدن، ولی بسیاری معتقدند که ممکنه این از چارچوب این که ما میخوایم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی اصلاحات بکنیم خارج بشه و اصولا نظام اسلامی به طور کلی نخوام. شعارهایی هم در این زمینه در بعضی از این تظاهرات داده شده، جمهوری ایرانی مثلا یکی از این شعارهاست. شما نظرتون چیه در این زمینه؟ از نظر من این تحلیل کاملا درستی است. ما این رو به تجربه در بین کسانی هم مثلا دانشجوها، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی که در دهه گذشته زندان افتادن و از زندان اومدن بیرون دیدیم که رادیکال تر شدن. اگر به این نتیجه رسیدن که نخیر، مثل این که این نظام حاضر نیست خودش رو اصلاح بکنه، شاید هم نظام اصولا اصلاح پذیر نیست، یا همین دیگه، یعنی این که احساس میکنن که مثلا نظام اصلاح پذیر نیست، برای اینکه همه تلاشمون رو کردیم، بنابراین باید یک طرح نوعی رو ایجاد بکنیم. ببینید، ما دقیقاً اگر به حرکت مردم در طول این چهار ماه نگاه کنیم، از اینکه رأی ما کجاست، رأی ما رو پس بدید، و اونها فقط میخواستن احمدی نژاد رئیس جمهور نباشه و آقای مهندس موسوی که انتخاب شده بود و رئیس جمهور اصلی آقای مهندس موسوی است، آقای مهندس موسوی بر کرسی ریاست جمهوری بشینه یا نه، پذیرفته بودن که انتخابات تجدید بشه.
پس از این به تدریج و به تدریج که خواسته های معقولی، خواسته های نهگانه اعلام شد، از طریق افراد مختلف همین اعلام شد، اینها همه مورد انکار قرار گرفت و آقای خامنه ای احساس کرد که تعادلی وجود نداره، قدرت رو داره، نظامیان قدرت رو دارن، نیازی به معامله و مذاکره در واقع وجود نداره. این احساس و اینکه دستور سرکوب رو در دستور کار خودشون قرار دادن باعث شد که به تدریج سیاست‌های نظام مورد چالش قرار بگیره. به عنوان نمونه، هیچ وقت سیاست خارجی ما توی این راهپیمایی‌ها مورد چالش قرار نمی‌گرفت، چون مسئله مردم مسئله آزادی بود، مسئله انتخابات آزاد بود و دیدیم که در راهپیمایی روز قدس که اتفاقاً سمبل سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، مردم سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در واقع به چالش کشیدن. این از یک بود. علاوه بر این که سیاست‌های کلی نظام رو دیگه به تدریج داره این حرکت به سمت به چالش کشیدن این سیاست‌ها پیش میره، از اون ور کل نظام، یعنی دیگه ممکنه احساس کنن که گرچه آقای مهندس موسوی میخواد مردم رو همچنان حول جمهوری اسلامی حفظ بکنه، بازگشت به قانون اساسی رو بیان بکنه، ولی در واقع جوان‌ها احساس میکنن که نخیر، این رژیم ببینید چه اتفاقی در زندان‌ها افتاده، چطور مردم رو در خیابان‌ها کشته و حالا هم حاضر نیست به حقوق مشروع ما بپردازه. خانم عیقاجی، نظر خودتون چیه؟ این معتقدن که مثلا قانون اساسی باید عوض بشه. عوض بشه. بسیار خوب. نظر خودتون چیه؟ شما در استعفانامتون از مجلس در واقع انتقادتون به اینه که عده‌ای تلاش کردن از درون و برون، طوری که شما توضیح دادین توی استعفانامتون، که این همبستگی بین اسلام ناب محمدی به قول شما و دموکراسی رو به هم بزنن و بگن که نه اینا با هم نمیخونه و شما معتقد بودید که اینها با هم منطبق میتونن بشن. الان نظرتون چیه؟ شما فکر میکنید هنوز هم اینا منطبقن با هم، میتونن منطبق باشن؟ ببینید با همه این تجربیات، بله، من هنوز معتقدم که از دین تفاسیر مختلفی میشه ارائه کرد و به جای اینکه دین رو حذف بکنیم، تفسیر صلح‌آمیز از دین ارائه کنیم. خب خیلی سال‌هاست دارن ادعای زیادی مثل شما دارن میگن، ولی به جایی نرسیدید. نه، بله، عرض می‌کنم. ببینید، بنابراین این تکلیف خودمون رو با دین باید روشن کنیم، به دلیل اینکه 1 میلیارد مسلمان وجود داره در دنیا. شما نمیتونید بگید اسلام به درد نمیخوره، اسلام ضد رسوله. بحث نکته... اون بحث مقابلش اینه. بله، نه، عرض میکنم که اسلام یک مسئله شخصی در خونه‌هاش مردم میتونه. حالا همینو عرض میکنم. این یک نکته در خصوص اسلام. نکته دوم، خب بالاخره ما باید به تجربه بشری نگاه کنیم. اگر به تجربه بشری نگاه کنیم، میبینیم که همین سرنوشت رو کلیسا داشته، دین مسیحیت داشته و نتیجهش در واقع سکولاریزم نوع بدتر در اروپا، حالا دین بیشتر قابل تحمل در آمریکا و حتی ممکنه قدرت رو هم به دست بیاره. این تجربه و تجربه 30 سال حکومت دینی در ایران من رو پس از حضور در مجلس به این جنبندی رسید که اگر ما میخواییم دین رو حفظ بکنیم و اگر می‌خوایم آزادی‌های مردم رو هم حفظ کنیم، بهتره که یک حکومت در غیر دینی داشته باشیم، یعنی اینکه در واقع دین جای خودش محترم باشه، در جامعه مدنی هم حضور داشته باشه، اما قانون اساسی کشور و حکومت یک حکومت سکولاری باشه که دینی‌ها هم به عنوان یک حزب اگر خواستن در قدرت حاضر باشن، ببینن که میتونن رأی مردم رو جذب کنن بیان، ولی مبنا یک حکومت سکولار. بسیار خانم حقیقت، وقتمون بسیار تنگ، اگه لطف کنید خیلی خلاصه به من جواب بدید. مسئله دانشجوییه و مسئله دانشجوی، شما رهبر فراکسیون دانشجویی در مجلس بودید و اصولا بر دوش به اصطلاح فعالیت‌های گذشته دانشجوییتون بود که به مجلس راه پیدا کردید و خیلی هم فعال بودید در عرصه دانشجویی در دوران نمایندگیتون در مجلس. شما فکر می‌کنید جنبش دانشجویی در کجاست الان؟
ببینید، جنبش دانشجویی همواره جنبش پویایی بوده و طبق نبض جامعه عمل کرده. به اعتقاد من جنبش دانشجویی جنبش دموکراسی خواهی نقاد قدرت هست و بخشی از جنبش دانشجویی در واقع تمایلات این رو داره که این نظام اصلاح پذیر باشه. منظور اینه که به نظر شما چیزی به نام جنبش دانشجویی اصلا وجود داره که انسجامی داشته باشه، تشکیلاتی داشته باشه و بتونه به صورت منسجم عمل کنه در داخل ایران؟ حالا به هر شکلی میخواد عمل بکنه. بله، ببینید قطعا جنبش دانشجویی وجود داره در کشور، ولی اینکه احساس بکنیم که یک رهبری مشخص داره اینطوری نیست. در واقع یک شکل به ویژه بعد از انتخابات شکل هسته‌های پخش رو پیدا کردن که صحنه‌ای مدیریت میکنن، یک جای مشخص رو هم مدیریت میکنن، یعنی شکل به شدت غیر متمرکز رو ولی مؤثر این شکل غیر متمرکز شکلیه که الان جواب میده. اتفاقا تمرکز آسیب پذیری جنبش دانشجویی رو در موقعیت فعلی سرکوب افزایش میده. خیلی متشکرم خانم فاطمه عقدجو از شرکتتون در برنامه به عبارت دیگه. ممنون شما.